بفرمایین بچه ها، بشینین راحت باشین، بشینین. موضوع چیه؟ عمو محسن، قبل از اینکه شما بیاین ما یه جلسه گذاشته بودیم، اگه بخواین براتون خلاصه وار بگم، موضوع اینه، نزدیک به 900 هزار نفر بالایه. اصل موضوع وضعیتمون با رقیبمون چطوره؟ باید با تفاوت زیادی از رفاه جلو بزنیم. خب با یه تفاوت خیلی کمی جلو. در اصل یه جورایی برابری. کافی نیست بچه ها، کافی نیست. باید یه چیزی پیدا کنیم. تا امشب یه ایده پیدا نکنیم نباید از اینجا بریم. فهمیدی چی گفتم؟ آقا محسن، فالوئرامون یه خواسته ای دارن، یه کمپین درست کردن، شاید راه حل همون باشه. که اینطور؟ بگو ببینم چیه. هرچی ما دست نگه داشتیم خواستهشون بیشتر شده. از صبح بیشترین هشتگی که استفاده شده همین بوده. قنچه خانم، میگم بهتره آقا محسن و با این حرفای الکی خواستهشون نکنیم. الان ما اینجاییم که گزارش کارمون رو بهشون بدیم. خب شاید بهتر باشه آقا محسنم از این جزئیات با خبر کنیم. میگم شاید ایشون بدونم موضوع چیه، تونستن یه راه چاره‌ای بهمون پیشنهاد بدن. بچه سر چی بحث میکنی؟ متوجه نمیشم. هر چی میخوای خیلی واضح بگیم، بی خودی وقت تلف نکنیم. زود باشی. فالوئرها میخوان که کرم عایشه رو ببوسه. خیلی مسخره است. همین؟ سر این داریم بحث میکنیم؟ چون از شما میترسیدیم نتونستیم بگیم. مگه نه آقا کرم؟ بله دقیقاً همینطوره. بابا جون، ما با رأی همه این خواسته رو نادیده گرفتیم. فالوئرها هم باید حد خودشون رو بدونن. اینا خیلی چیزای زشتیه. مگه نه عزیزم؟ میخوای تو هم یه چیزی بگی؟ خب عمو محسن، حق با کرمه، با حرفاش موافقم، چون خیلی زشته، مناسب نیست. ضمناً در این موردم حرف زدیم. الان ما یه زوج ایدئال خلق کردیم. میگم نکنه یه موقعی نزدیکی باعث بشه که اونا رو چشم بزنن و این داستان قشنگو از بین ببرن. این داستان تازه داره شروع میشه. یه مرد متأهل فقط به خاطر بوسیدن زنش چشمینا نمیخوره. این همه آدم دارن ما رو دنبال میکنن و وقتشون رو میذارن، برای ما زحمت میکشن. چیزی هم که میخوان خیلی معصومانه است. چی میشه مگه؟ بعد از عید سری برنامه ریزیشو بکنیم. اونا نعمتهای ما هستن، هرچی که میخوان و باید بگیرن. همین که گفتم. خب دیگه همگی خسته نباشین. تو با یه جملت کارو به اینجا کشوندی قنچه، تبریک میگم. من فقط کارمو انجام دادم. قنچه تو هیچ میدونی چی کار کردی؟ ما در این مورد حرف زده بودیم، بحثو تموم کردیم، توافق کردیم. بعد میگم کرم، بابامو که میشناسی، چیزیو که میگه دیگه کوتاه نمیاد، کاریش نمیشه کرد. بهتره تو هم خودتو آماده کنی. باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه. قنچه تو چی کار کردی؟ خب شاید ما الان نتونیم درک کنیم، اما به نظرم اما محسن مثل همیشه تصمیم درستی گرفته. نمیدونم من که نظرم اینه. به هر حال اصلا از اولش نباید اینو قبول میکردیم. تو داری اینو میگی؟ تو که خوشت اومده بود. خیلی خب باشه، نظرم عوض شد. چون اون موقعا فکر میکردی من عاشقتم. اون موقع حتی خجالت میکشیدی بهم نزدیک بشی. خیلی مسخره است، به خدا مثل اینکه محکوم به اعدام شدی. این فقط یه بوسه ساده است، تموم شد. چرا اینقدر گندش کردی؟ آره برای تو عادیه، چون تا حالا هزاران زن رو بوسیدی. این بوسه کوچیک ممکنه برای تو مهم نباشه، اما برای من اینطور نیست. یعنی ممکنه تو بتونی، اما من نمیتونم. آه الان فهمیدم چرا اینقدر عصبی شدی. خب چرا قبلا نگفتی؟ این اولین بوسه تو خواهد بود. آره آره این اولین بوسه منه. خوب فهمیدی. آفرین. باشه عصبانی نشو، باشه آروم باش. باشه پیش داوری نمی کنم. حتی به نظر من کارتم خیلی منطقی بوده، مخصوصا که اون برکو نبوسیدی. تصمیم خیلی درستی گرفتی. خیلی میبخشی، اما الان چرا داریم در مورد زندگی خصوصی من حرف میزنیم؟ ببین بازم عصبانی شد. باشه آیشه. آره اون میشه. ببین یه فکری دارم. آره ببین خیال تو رو هم راحت میکنم. ببین الان همه رو گول میزنم. حالا ببین چجوری همه رو گول میزنی؟ فکر میکنی گول میخورن؟ چطور این کارو بکنی؟ تو هم پاشو وایسا. الان اینجوری وای میستیم و جست میگیریم. فرض میکنیم ولکانم با دوربینش این طرف وایستده. خب الان من تو رو بغل میکنم. خب بیا تمرین کنیم. هر چقدر اینو تمرین کنیم بهتر میتونیم اداشو در بیاریم. خب
عصبانی نشیم. الان من تو رو بغل میکنم، بغلت کردم، همونطور که گفتم ولکان با دوربینش اونورمونه، یعنی یه کوچولو برمیگردیم. خب الان آروم میخوابونمت. همین جوری؟ همین دیگه، حتی مارم نمیبینه. باشه خوبه، اینجوری میشه. منم چیز میکنم، دستمو میندازم دور گردنت، تمومش میکنیم. چت شد؟ انگار رنگت پریده. تو حالت خوبه؟ احتمالاً سرمو که خم کردم فشارم افتاده. چیزی نیست. و پس به توافق رسیدیم. آره. خب عالی شد. یعنی به نظرم این کار شدنیه. یعنی گولشون میزنیم. داداش مسئولیت بزرگی. از اولین بوسش؟ آره آره، برای همینم اون روز یکم حواسمون رو جمع کنیم. خب فهمیدیم اولین بوسشه، اما تو چرا انقدر عصبی شدی داداش؟ خب به خاطر اون، راستش نمیخوام بین اون همه آدم خجالت بکشه. آره خب درسته. اوه ارکو چیه؟ چی میخواییم باشه داداش؟ چی پامو درست کردم؟ آفرینت، خیلی خیلی ممنون، لطف داری داداش گلم. آره سلام به همگی. اوه ارکوت خیر باشه، این چه تیپیه؟ داداش هیچی دیگه، کارمو تو شرکت شروع کردم، گفتم یکم خوشتیپ کنم. بهت میاد. خیلی ممنون داداشم، لطف داری. وای داداش ارکوت خوشتیپ شدی. خیلی ممنون آقایون، لطف دارین، چشمتون قشنگ میگی. خیلی ممنون، خیلی بهتون داداش. سلام سلام. داداش ارکوت اومده. بودو این بودو این بودو این بودو بودو داداش ارکوت اومده. زحمت که از شما برق بنداز. داداش این چه تیپیه زدی؟ داداش ارکوت تیم زدی؟ داداش این چه تیپیه زدی؟ هیچی بابا داداشم، تو شرکت استخدام شدم. وای داداش تو شرکت استخدام شدی؟ بله پس چی بسه داداش ارکوتت از این بعد آقا ارکوت شده دیگه، به من میگن رئیس. داداش ما رو فراموش نکنی. چرا شما رو فراموش کنم عزیزم؟ شما رزومه هاتون رو آماده کنین باشه؟ سابقاتونو میگم. سابقمون؟ خب مثلا اسم من ارکود از کایالیه، اونجا به دنیا آمدم، اینجا چی کار کرده خلاق این همه تونو میبرم تو خلاق. الان این فکر رو بکنین، مثل اینکه داماد یه آلمانی شدیم، بذارین پاسپورت و اقامتمو بگیرم، همه تونو میبرم پیش خودم و سرا. دست درد نکنه داداش، با اولین حقوقم پولتو پرداخت میکنم. میده؟ آره میده. داداش میخوای ما برسونیمت؟ چطوری میخواییم برسیم؟ یا داداش یواش بابا، یواش دیگه، لباسم پاره میشه، نکنه چه میکنیم؟ بریم داداش، همه منتظرن. باشه شما آخرین کاراتون هم بکنین، الان ما میایم. باشه. حاضری؟ من حاضرم، تو چی؟ منم حاضرم. میخوای یه بار دیگه تمرین کنی؟ نه نه من خوب یاد گرفتم، یعنی فهمیدم. باش یه بار دیگه تمرین. آها گفتی نه. مطمئنی؟ مطمئنم. باش خسته نباشین. سلام، خوش اومدی. من آقا ارکوت هستم، با آقا محسن کار دارم. آه ارکوت، آفرین به موقع اومدی. ببوسم دستتونم.
منم سراغتون رو میگرفتم. بیا بهت بگم کجا باید کار. وای خدا، عمو محسن چه سمتی بهم دادین؟ بهت مناسب ترین سمتون میگم، اگه ممکنه اتاقم رنگ رنگی باشه و شاد باشه و کنار خانم باشم. توی این شرکت از اون بالاش بگیر تا اون پایین پایینا به همه تو طول روز خدمت میکنی. سر ممکنه جاسوسی چیزی بخوام بشم. به خدا خیلی هیجان زدم عمو محسن. خسته نباشین. خوش اومدین. عمو محسن اول کارمو بهم میدادین بعد چای میخوردیم. ایشون آبدارچی جدیدمونه. خوش اومدین. این شغلشو از پدرشون به اسم برده. مبارک باشه. ببین این آقا امروز بازنشسته شده، فردا قراره با پاداشش بره شهرستان، میخواد اونجا زندگی کنه، قراره تو به جاش بیاری. امروز به توضیح میده که باید چی کارا کنی، از فردا دیگه کار توه، حواستو جمع کن، هرچند تجربه هم داری. خیلی ممنون عمو محسن جان، از این که وارد خانواده شما شدم واقعا خیلی خوشحالم. ببین قوانین رو خوب یاد بگیر، یه موقع کلاهمون تو هم نره. نه بابا عمو محسن، خیال تخت باشه، حواسم هست. اگه با جون و دل کار کنی حتما تو این شرکت پاداشو تو خواهی گرفت. ببینم چی کار میکنی. بازم ممنون. بازم تبریک میگم. خیلی ممنون داداش. خوبه این درسته. داداش کجا مونده بودین؟ ساعت مشخص کرده بودیم، دیر کردیم. بولکان اومدیم دیگه، اومدیم. خیلی خب پس زود باشین برین عکسامونو بگیریم. خب باید کجا وایسی؟ انگار اون طرف مناسبه، پشت صحنه‌ش هم قشنگه. باشه. حالا بولکان تو با دوربینت بیا اینجا. تو آره همونجا وایسا. خوبی؟ خوبم خوبم خیلی خوبم. زود باشین دیگه. خیلی خوب باشه. بچه همه چی آماده است، فالیرا منتظرم. ولکان همه چی آماده است نه؟ کارتت، شارژش، ببین یه بار انجام میدیم. آماده هم داداش. باش. همونجوری که تمرین کردیم. خب باش. خب آخه صورتاتون رو نمیتونم ببینم اما خوبه. میشه تمومش کنیم؟ باشه تموم شد. خب صورتشون زیاد مشخص نبود اما خوبه، خوب شد، عالیه، کارمون رو راه میندازه. خوبه خوبه. تو مگه نگفته بودی؟ هیچی نگو. حالت خوبه؟ خوبم خوبم. خیلی خوبه. ما نمیخواستیم همدیگه رو ببوسیم. دوتایی هم با هم تمرین کردیم. قرار بود وانمود کنیم میبوسیم اما نتونستم خودم رو نگه دارم. نمیدونم داداش، نمیدونم. اینم اخلاق عجیب منه. خیلی زشت شد مگه نه؟ باشه داداش، زیاد چیز نکن، آروم باش. درسته دختر خیلی شاکش شد اما توضیح بده. خب شاید درست بشه. این اولین بوسش بود اونم اینجوری شد. آره
فکرشو نمیکردی اینجوری بشه. چطور مگه؟ تو برای خودتو چطوری تصور میکردی؟ داداش من تصور اینا نکردم. تو دبیرستان موقعیتش شد، بوسیدم و رد شدم. اما خب زنا اینجوری نیستن. آره زنا رویا پردازی میکنن، آدمای عادی رویا پردازی میکنن، همه که مثل ما حیوان نیستن. آخه من چرا این کارو کردم؟ زشت شد. تو بیا تو مدرسه زندگی فارغ التحصیل شو، کلی بچرخ و آخرش به اینجا برس. درک میکنم. تو چقدر حقوق میگیری؟ حقوق سربازی میگیرم. بلکن ترا خدا. سربازی بله چیه؟ واقعا چقدر میگیری؟ تو این شرکت از این چیزا حرف زدن ممنوعه. چرا ممنوعه؟ ممنوعه دیگه. فردا آبدارچی جدید تویی؟ بله. میشه یه چایی بخورم؟ بله میتونی بخوری، آشپزخونه اونجاست. میز من تو اون دفتر اونوری است. آفرین. اتاق منم کنار بوقازه، چیکار کنم؟ دارم بهت میگم که بیاری اونجا. میزم رو میزم. فرفری واسه من دیگه نکنه، فهمیدی؟ برو اونجا چای تو بریز، حتما یه دونم واسه من بریز. من اونجا یه کار کوچیک دارم، بعد حلش میکنم و میام پیش تو. باشه برو. آفرین پسر گل. برو. این اسکولر کی را داده اینجا؟ آها عایشه دختر، در مورد کارم میخواستم بهت بگم داداش. که داداش الان اصلا وقتش نیست. دختر تو چه شده؟ چیه؟ حالت خوبه؟ یعنی چی خوبم؟ مگه چم شده؟ نمیدونم، صورتت قرمز شده. ای بابا دختر مثل سیب قرمز شده، وایسه ببینم. ها تو تب داری؟ چی شده دختر مثل گنجش میلرزی؟ ببین داره چشماشو میدوزه. داداش خوبم. عایشه اگه من نشناسمت میگم عاشق شدی. ببین کاری نکن از عصبانیت بزنم یک کیلوتو پار کنم اینجا. عشق چیه داداش؟ عشق چیه؟ عشقی در کار نیست. دارم شوخی میکنم، چرا عصبانی میشی؟ عصبانی نشدم. در ذهن ما تو شرکتیم، تو شرکت با من شوخی نکن. آقا داماد ببین آقا داماد پهلوان خودمه. بیا تو با دختر ما چیکار کردی؟ کردم کاری نکردم، به خاطر تبلیغات داره فیلم بازی میکنه. نه داداش کاری نکرده، میخواستی چی کار کنه؟ ای بابا اول صبح چتون شده؟ خیلی خوب فهمیدم نمیشه باهاتون شوخی کرد. باشه خیلی خوب دیگه حرفی نمیزنم، بیخیال. میگم الان که هر ستای اینجاییم فکر اساسی بکنیم ها. ببین تو این شرکت شغل من یه مقدار ضد حاله، برای همین خواستم براتون توضیح بدم که خیلی کار دارم. منم همینطور. ای بابا اینم که ها. فرفری چیکار کردی؟ برای منم چای ریختی؟ اسم من فرفری نیست، اسم من آتیلاست. چه اینجور؟ آتیلا اسم قشنگیه، بذار مامان و بابات دوستات اینجوری صدات کنن، اما من فرفری صدات میکنم، نقطه. پسر ببین چه حقی داره با من این کارو بکنه؟ دختر تو روزای عادی سری پاچه میگیری، چرا یهو ماتت برد؟ یه سیلی میزدی در گوشش. نکنه منم اونو بوسیدم؟ یعنی علاقه نشون دادم؟ یه لحظه انگار اونم علاقه نشون داد. فرضاً که اینطور باشه، تو کرم ایگیتلری میخوای چیکار کنی؟ میخوای عاشق این دخترشی؟ واقعاً با اون ازدواج میکنی؟ هر کوت برادر زنت میشه؟ اصلاً همچین چیزی نیست. ممکنه اون از تو خوشش اومده باشه، اما تو اصلاً نباید ازش خوشت بیاد. نباید فراموش کنی چرا تن به این ازدواج دادی و از اهدافت دست نمیکشی. ممکنه ازت خوشش بیاد، عاشقت هم بشه، چون ندید بدیده، هیچی ندیده. اما تو کرم ایگیتلر هستی، تو جز دو سه نفر اول چشچرونترین مردای این کشوری. اینو اصلا فراموش نکن. اولین کار شب و روز به فکر امتحانات باشی و بهترین مدرس ریاضی بشی. اولین قانون چشچرون بودن چیه؟ عاشقی ممنوع. حتما باید رانندگی یاد بگیرم. دومین قانون چشچرونی چیه؟ عاشقی ممنوع. تو شرکت ترفیع بگیرم و این کارو قشنگ یاد بگیرم. سومین قانون چشترونی چیه؟ عاشقی ممنوع. و
ابدا نباید عاشق بشم. اصلا عاشق نشو، اصلا عاشق نشو. چهارمین قانون چشرنی چیه؟ عاشقی ممنوع، عاشقی ممنوع، عاشقی ممنوع، عاشقی ممنوع داداش. باشه داداش، من دیگه در این مورد نظر نمیدم. اگه میگی نیست یعنی نیست. معلومه که عشقی در کار نیست. عشق شخصیت مرد چشرون رو خراب میکنه. آره، یه مرد چشرون با عشق سر کار نداره، یعنی بهش نمیاد. میدونی شبیه چی میشه؟ انگار زیر شلوار برمودا کالجو با جوراب بپوشی. یعنی این تو قاموس ما تعریف نشده است. بله. تشبیه خوبی کردی، اما چرا اینا رو به من میگی؟ به تو میگم چون از اون نگاهات خوشم نیومد، از نگاهی که به منشیت میکنی، یعنی قنچه. اما دختر خوبیه، مگه نه؟ عقلش هم کار میکنه. نه انگار خوشت اومده. دارم میگم عشق شخصیت آدم چشرون خراب میکنه، میفهمی؟ تو نباید با عشق. خوش اومدی، منم میخواستم بیام پیشت. چیزه داداش، بچه ها دارن خودشونو برای عکاسی آماده میکنن، هر وقت آماده شدم بهت خبر میدم. آها راستی، این آخرین جستتون همون جست قوقا کرد. حتی اینجوری بگم از همه جلو زدیم. خب فعلا. تو چرا منو بوسیدی؟ اشتباهی شد. خب یه لحظه جوگیر شدم، عمدی نبود. خیلی میبخشی. دیگه اصلا تکرار نشه. اگه دوباره این کارو بکنی میدونی باها چی کار میکنم، پشیمونت میکنم. من از اون دخترها نیستم که آقا کرم لوس و نونور هر کاری خواست باهاش بکنه، فهمیدی؟ اینو خوب تو مغزت فرو کن، خیلی خوب. باشه، اشتباهی شد. همین. نباید میشد، مگه میشه اشتباهی بشه؟ بچه‌ها نتیجه عالی شده. ترکیه انگار فقط منتظر بوسه شما بوده. از آنادوغلو جایی که بهشون دسترسی نداشتیم سفارش گرفتیم. پیشرفت خوبی داشتیم. تو نظرت چیه؟ خب ما هم هدف اصلیمون همین بود بابا جون. گاهن لازمه که یه تصمیمای انقلابی گرفته بشه. بابا محسن، منم تصمیمای انقلابی گرفتم، البته باید میگرفتم. باور نمی‌کنید اما منم همینطور. راست میگین؟ بگین ببینم چه تصمیماتی. خب بابا محسن، میدونین که دارم خودمو برای امتحانام آماده میکنم، به خاطر همین میخوام فقط رو درسام زوم کنم. برای همینم اولین کارم اینه که معلم ریاضی بگیرم. آفرین به دختر خودم، کرم حلش کنه. حتما. خب تصمیم تو چیه پسرم؟ مال منو که میدونید. خلاصه بگم میخوام بعد از این بیشتر برای شرکت وقت بذارم بابا جون. آفرین به تو، اینا به خاطر توه. از یه پسر لات یه شوهر خوب و یه مرد کاری خلق کردی. آفرین به دخترم. خیلی خوب دیگه، خسته نباشین. خیلی ممنون بابا محسن. توجهشو جلب کردی. شوخیو بذار کنار، دیگه این کارو تکرار نمی کنی. خب سمد، بهت یه روز کامل فرصت دادم، دیگه تموم شد. نمیتونی دروغ بگی، هیچ یاد داشتی ندیدم. داری سر منو شیره میمالی؟ اسم اون دختر چیه؟ بای سلطان، من از هیچی خبر ندارم، واقعا نمیدونم. سمد منو دیوونه نکن، من خودم اون یاد داشت رو دیدم، اصلا اونو خودم نوشتم. بودو بودو سر وقتم اونجا بودی. خب فکر کن شاید یادت بیاد. وای گلم، ببین من واقعا اون یاد داشت و قنچه. پس گفتی قنچه؟ کی اینو گفت؟ قنچه سمت، نکنه اون قنچه همونیه که اومده بود تو دماغت باهات حرف میزد، همون دختره که ازت خوشش میاد ها؟ یعنی ازم خوشش میاد؟ سمت به خدا تیکه تیکت میکنم. نه سلطانم، اون دستم دیگه کبود شده، اینو بگی لطفا. فامیلی این قنچه چیه؟ چی؟ سمت دیگه نمیتونی این کار کنی. فامیلی قنچه چیه؟ اوه. این گوشی دست من میمونه، فردا میرم داستانو از اون یکی میشنوم. سمت اگه داستانتون با هم نخونه، از این گوشی فقط برای زنگ زدن به اورژانس استفاده میکنی. Thank you.
رضا چیزی میخواستی؟ نه بابا، همینجوری. تو اتکلون زدی؟ نه، دیودورانت چیز کردم. در ضمن انگار اتکلون مردونم نداریم. یعنی تو فرق بین دیودورانت و اتکلون رو میدونی؟ الهی من قربونت برم. نظمیه، هزار بار بهت گفتم مثل بچه با هم رفتار نکنه. اوی رضای عزیز من اتکلون زده، تو متروسکشوال شدی؟ چی میگی؟ سکشوال چیه؟ من آدمی هم سکشوال بشم باشه اینقدر سری جبهه نگیر. خب ببین، متر سکشوال به آدمایی میگن که به خودشون میرسن و بوی خوب میدن و ناخوناشون رو کوتاه میکنن و همیشه اصلاح میکنن. اگه اینجوری بود که بهش سکشوال مکشوال نمیگفتن. ببین بس، اعصاب منو به هم نریز نظمیه، من از این حرفا خوشم نمیاد. باشه باشه صبر کن. ها ببین این خوبه. ها بده. نه اونجوری نمیشه، خودم بهت یاد میدم. من الان یه پیس میزنم و تو باید از لاش رد شی. چی میگی؟ یعنی چی از لاش رد شم؟ خب از لای اتکلون دیگه. من یه پیس میزنم، تو اینجوری یه بار میری بعد برمیگردی. نکنه چون سر در نمیارم داری مسخرم میکنی. بابا چرا مسخرت کنم؟ در ضمن میشه به من پسر نگی؟ انگار اون داروها فقط برای صبری تاثیر داشت. بذار ما هم یه سودی ازش ببریم. بابا تو اون مسابقات تلویزیونی زوجایی که حتی نمیتونن خودشون رو جمع کنن بالا میرن میگن عشقم، پایین میرن میگن عشقم. بذار منم تو این دنیا یه حرف قشنگی بشنوم. چی بگم؟ بگو عشقم. عشقم. یه بار دیگه بگو. عشقم. دیگه زیادی اصرار نکن بسه. باشه من الان یه پیس میزنم، تو از توش رد شو. خوب حالا برو. یه بار دیگه. حالا شد؟ آره شد، مگه میشه نشه رضا جونم؟ آه الان میری قهوه خونه بوی خوب میدی. آه نه قهوه خونه نمیرم، اول پیش دکتر وقت گرفتم میرم اونجا. آها یعنی تو خودتو برای اون خوشبو کردی؟ نظمیه چی میگی؟ چرا چرند میگی؟ ای بابا. خب الان تابستونه، سوار اتوبوس میشیم، چیز میکنیم، مردم رو اذیت نکنیم. به نظرم همه باید استفاده کنن. مامان تو چرا زحمت کشیدی بهم میگفتی من میخریدم؟ ها باشه پسرم، برای منم خوبه یکم قدم میزنم. رضا میخواستم یه چیزی بهت بگم. تو یه جوری شدی انگار یه جورایی خوشگل شدی، عوض شدی. نکنه مدل ریشت و موهاتو عوض کردی؟ نه 20 سال همینه. نه نه تو خوشگل تر شدی، این آرامش برات خوب بوده، انگار نورانی شدی. به خدا خیلی خوشگل شدی. تو خوشگل میبینی مامان؟ خوشگلم. ای من قربونت برم، مگه نه عروس؟ ها آره آره، میخوای یه مایو هم بپوشونیم و بفرستیمش مسابقه مردان شایسته؟ یعنی تا این حد خوشگل شده؟ پناه بر خدا، من برم، روزتون بخیر فعلا. باز چتون شده؟ چیزی نیست. دنبال معلم ریاضی میگردی؟ خودت نگاه کن. دارم میبینم. دختر جون تو عروس ایگیتلر هستی، مگه فامیلی تو ایگیتلر نیست؟ پس چرا هنوز دنبال معلم میگردی؟ بایی قنچه بازم همون حرفای تکراری، عروس اینا یا چرت و پرت. بسته دیگه تمومش کن. چیه تو چرا اومدی اینجا؟ چی شده؟ م-
چیه مگه؟ دوتا همکار دارن با هم گپ میزنن، در مورد کار و اینا حرف میزنن. خب به نظر من بهتره یکم حواست به شوهرت باشه. اصلا عاشق نشو. شت زردک، نتونستی نره حفظ کنی؟ ببین ازت میپرسم آبه سر جون، تو اصلا کار نمی کنی نه؟ ببین حواسم بهت هست. ای بابا دختر، برای خوشگلترین خواهر دنیا قهوه با کف فراوان. ها ها آهی داداش خیلی ممنون. معلم خصوصی ریاضی. دختر معلم ریاضی میخوای چی کار؟ با معلم ریاضی چی کار میکنن داداش؟ میخوام ریاضی کار کنم. چرا؟ اگه تو جدول ضرب بلد نیستی؟ چی شده؟ چرا برام قهوه ترک درست کردی آوردی؟ چیزی میخوای؟ چیزی میخواستی بگی؟ من نه بابا چیزی نمیخواستم بگم، اما خب راجب همین کارم میخواستم حرف بزنم. به نظرت این سمت واقعا برازنده منه؟ میشه یه چای بدی؟ شما اتاقتون کدوم یکیه؟ میز اونوری است. متاسفانه برای اون میزا سرویس نداریم. موابی جون میدونی برو آشپزخونه خودم، هر چقدر میخوای برای خودت چای بریزه. داداشم یکم شوخ‌تر به فیزا جون، همیشه شوخی میکنه، معلومه که برات چای میاره. باشه پس اگه اینطوره من به این بر نمیخوره، خودم چای میریزم. بریز. نه فیزا جون الان خودش برات چای میاره. نه ایرادی نداره. ایرادی نداره؟ وای چه حرف قشنگی زدی موابی، خوب گفتی ایرادی نداره. داداش چی کار داری میکنی؟ دیوونه شدم؟ ای بابا من تو مغزم سیستم دارم نسبت به اون حرکت میکنم. ببین حالا اونایی که اتاق دارن سمت بالایی دارن، یعنی از اونا به ما ضرر نمیرسه. سمت بالا یعنی پول داره. من همیشه گفتم از پولدارا با آدم آسیبی نمیرسه. همسر دوست و فامیلی تو باید از پولدارا انتخاب کنی. این حرفا همه جا با افتخار زدم. میدونم داداش میدونم، من از اون فلسفه مسخره‌ات خبر دارم. بعدش هم خودم فکر میکنم دیگه. حالا من داداش زن رئیس این شرکتم مگه نه؟ ها یعنی ببخشید من نمیتونم با آدمایی که اتاق ندارن خدمت کنم، من از اونها خیلی بالاترم. داداش من یکم آروم‌تر بابا، تو شرکتیم داریم کار میکنیم. ببین با این کارا نمیتونی اینجا بمونی یا گفته خب باشه. خب منم همینا دارم میگم دیگه، من اینجا نمیشونم این کار رو انجام بدم، سمت من باید بالاتر باشه. الو ها، برای عمو محسن دوتا چای؟ بله همین الان میارم برای شما، چای مخصوص هم میارم عمو محسن. چشم الان براتون میارم، خدا نگهدار، خدافظ. زردک یکم کار کن. مگه برای اینکه از دست داداشم خلاص بشم وارد این بازی نشدم؟ داداش هر کد تو شرکت ما چی کار میکنه؟ دیگه دارم دیوونه میشم. شما از چی حرف میزنین؟ چرا حرفاتون تمومی نداره؟ ها داره میخنده؟ حد اطفارشو ببین. میگم تو چه بچه یه بانمکی بودی. اینو تازه فهمیدی؟ انگار دلت برای مادر تنگ شده. آره درست همینطوره. بگذاریم، مگه یه کارمون زیاد نیست؟ چرا؟ خب پس بریم. بریم. بله واقعا حالو خوب میکنه. میگم کاش که یه مبل دراستر اینجا بود. نه بگذاریم حالا. آره به خدا خانم دکتر، امسال برای اولین بار حالم بد شد. یعنی معمولا من قربونی میکردم اما هیچیم نمیشد. شما قصابم هستی؟ نه از بابام یکم یاد گرفتم، یعنی به صورت تجربی. حرفه‌ای نیستم، برای همین حیوان بزرگ سر نمیبرم، حیوان کوچیکو سر میبرم. پوستشو قلفتی میکنم، عرضه یه ساعت سر میبرم، تیکه تیکه میکنم. متوجه. اما خب این بار یکم حالم بد شد. یهو
حیوان گردنشو طرف من چرخوند و زل زد به چشام. بیچاره صداشم در نمی اومد. یه اون لحظه داغون شدم. میگم ممکنه تأثیر این داروها باشه. راستش نمیدونم این از تأثیر دارو بوده یا نه، اما چون این حرفه شما نیست عادیه که حالتون رو بد کرده باشه. آقا رضا این واکنش کاملا طبیعیه، نگران نباشین. خیلی خوب. غیر از اون کنترل عصبانیتم خیلی خوب داره پیش میره. یعنی مثلا داداشم ارکود از سربازی برگشت، هنوز یه نیشگونم بهش نزدم. خیلی خوب. میشه یکم از رابطه خودتون با همسرتون بگین؟ همسرم نظمیه. امروز چی شد؟ من به اون گفتم عشقم، یعنی تبلیغاتمون خیلی خوب پیش رفت، اما میگم چطور همینجا متوقفش کنیم؟ این حرفو کسی میزنه که خودش این پیشنهاد داده؟ به عنوان کسی که این ایده رو داده خوشم میاد که تو اوج رهاش کنیم. خب اگه دست خودم بود که من الان تمومش میکردم، اما بابام خیلی خوشحاله. رسما داره با این خوشحالی‌ها زندگی میکنه. انگار دوتا عمو محسن متفاوت داریم، نه؟ وقتی حرف از کار میشه اون آدم مهربون میره و یه آدم دیگه جاش میاد. آفرین به تو، خوب تشبیه کردی. و جالبیش اینجاست که میخواد منم مثل اون بشم. تو که همین جوری هستی. چطور؟ شبیه بابام هم؟ یعنی چی که شبیهشم؟ فراتر از اینا. بابا کرم تو انگار متوجه نیستی. بابا تو به خاطر کارت سوری ازدواج کردی. عمو محسن با اون همه عشقی که به کار داره به نظرت این کارو میکرد؟ درسته این کارو نمیکرد. در ضمن یه عامل مهم دیگه هم هست که تو موفقیت عمو محسن خیلی دخیله و نباید فراموش کنیم. مامانت. اگه مامانت نبود الان شاید عمو محسن هنوز تو سلطان احمد فقط یه مغازه‌دار ساده بود و بس. پشت هر مرد موفقی یه زن موفق هست. اینو میخوای بگی درسته؟ نمیخوام اینو بگم، میگم همینه. دو ساعت منتظرم حرفاتون تموم شه، اما دیدم تموم نمیشه، مجبور شدم پاشم بیام. در مورد کار حرف میزدیم، سر صحبت باز شد. بگذاریم، میبینم ات کرم. میبینم جیدا. در ضمن تو این شرکت تنها کسی که منو تقدیر میکنه و عشقم به کارمو میبینه تویی. برای همین ممنونتم. خواهش میکنم. بهتره من کنار بکشم، چون تا اونجایی که میبینم خیلی خوب با هم کنار میایین. واقعا آفرین آفرین. چرن نگو، چه ربطی داره؟ تو خیلی ساده ای، به خدا خیلی ساده ای. جیدا با همون چی کار کرد ها؟ اومد تو اتاقمون دستگاه ضبط صدا جاسازی کرد، جای دوربینو به همون نگفت. اون با ما بازی کرد، اینا رو فراموش کردی ها؟ میخواست استعفا بده. استعفاشم که قبول نکردی. الانم داری تو جیدا محو میشی. همون دختری که تو بهش میگی بعد، میدونی الان چه حرفای قشنگی به من زد؟ اما همیشه تو منو تحقیر میکنی. این یعنی چی؟ اینطور که معلومه با دو تا حرف قشنگیش سری گول خوردی. اما محسنم میخواد شرکت دست کی بسپره؟ به خدا دو روزه ورشکستش میکنی. حوصله ندارم باهات بحث کنم. چیه؟ چی میخوای؟ من اسم معلم ریاضی ها رو آوردم. آوردم ببینی. چه عجله‌ای داری؟ خودم پیداش میکردم دیگه. خب دست خودم بود که پیش تو نمیومدم، اما محسن گفت کرم پیگیری کنه. خودم لیستشو در آوردم. فقط بگو به کدومشون زنگ بزنم. ببینم، تو این کشور خانوما رو ممنوع کردن که ریاضی درس بدن؟ یعنی چی؟ اینا همشون مردن. چون مثل تو جنسیت برام مهم نبود، بهترین معلم رو پیدا کردم. تحقیق کردم، هر چهار تاش هم مرد بودن. چیکار کنم؟ صرف ارن رو انتخاب کردی؟ آره. خب تو قسمت نظرات بهترین اون بود. در ضمن در مورد پولش هم از همه مناسب تر بود. معمر بهتره. باشه، ولی آخه گرونه ها. باشه، پولش مهم نیست، مهم اینه که با تجربه تر باشه. یعنی بهترین رو انتخاب کن که بتونی امتحانتو خوب بدی. خودت باش تماس بگیر، به حسابداری هم خبر بده که خودشون حلش کنن. باشه، ممنون. انگار با احمق طرفه. صرف ارنو میخواد، باید استاد معمر باشه. یه نفر با اسم معمر چقدر میخواد جوان باشه؟ موسیقی
میگم برم ورزش. آره بابا برو ورزش کن داشت، تو میتونی مانکن هم بشی. راست میگی؟ آره به خدا میتونی مانکن بشی. وای سلطان محله اومد. وای 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 داداش خوش اومدی داداش. جوونه چه خبر؟ بچه دست شما سوستا بگو ببینم. بذار صبر کن مگه یه روزه میشه مدیر شده. داداش نکنه مسئول تدارکات شدی؟ زکی با صبر جونه، تو هم که همه چرت و پرت میگی، به نظرت من همچین کاری رو قبول میکنم؟ اصلا من همچین آدمی هستم؟ آقا محسن دوست داره فامیلش تو همچین سمتی بذاری؟ آخه عزیزم چی میگی؟ داداش خیلی میبخشی، چون تو چی کردی؟ خب منم چی کردم؟ خب دوست دارم تو رو تو چه سمتی ببینم؟ کدوم سمت؟ خب به هر کاری که خودم دلم خواست، یعنی خودم انتخاب کنم. اول یه دو سری تو شرکت میچرخم، بعد سمت ها رو چک میکنم، هر کدوم به دلم بشینه همونو انتخاب میکنم. آره همونو انتخاب میکنم. یعنی خلاصه صبر جون، عمو محسن اختیار تام به هم داده، یعنی تو اون شرکت متاسفانه یه چند نفر باید نابود بشن، از اونجا برن. درسته. وای داداش شرفای خوبی میزنی، سمت و مدیریت و وظیفه و آپارتمان و اینا. آپارتمان چه خنگ بود، دپارتمان نگو دیگه. داداش اتاق چه شکلیه؟ ازش راضی هستی؟ از این اتاقایی که هر چهار طرف شیشه است، از اونه که تو بیرونو میبینی اما بیرونی تو رو نمیبینی؟ آره سبیم اگه داریم آخه از اون شیشه ها نداریم که. آره پسر داریم، مثل همون شیشه ماشینه هست که دودش میکنم، مثل همون. آره میشه آت میگی؟ آره دیگه داریم پسر، راست میگه، شیشه های اتاق همین جوریه دیگه، یعنی من بیرونه میتونم ببینم اما بیرونی ها نمیتونن منو ببینن. اتاقم که چیزه خیلی بزرگه، جا داره، منظرش هم خیلی خوشگله. صبر جون فرض کن روی تپه ای، یعنی به همه جای شرکت دید کامل داره. داداش جون ما بی خیال شو، از جیگرای شرکت بگو برام. میدونی چیه؟ امروز وارد شرکت که شدم همون دقیقه یه گل زدم، همشون سری بهم چسبیدن. آقا ارکوجین، آقا ارکوجین، آقا ارکوجین، آقا ارکوجین، آقا ارکوجین، من با شما کار میکنم. نه آقا ارکوجین، من منشیتون بشم. یکیشون باهم عکس میگیره، اینه ول میکنم، اون یکی بهم شماره میده. نمیدونی چه خبره؟ آره خیلی خوبه اونجا. داداش ارکوجونم بیا بریم قهوه خونه گپ بزنیم. خب گل پسر عزیز جردونم، میدونی که دلتو نمیشکنم. دمت گرم. جوونا برای مدیر شرکت استراحت خیلی مهمه. چرا؟ چون فرداش بدنش باید سرحال از خواب بیدار بشه. برای همینم امشب بی خیال من شید یه وقت دیگه باشه؟ باید با هم بریم خرید. آره 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 افتخار میکنیم داداش. خدا نگهدارت داداش. برو مخلصیم بابا، مخلصیم. پسر عجب مردیه. گرفتم. عالیه. من میرم تو ماشین، تو هم زود بیا، منتظرم نذار، امروز دیگه تموم شه، خسته شدم. اونچه ببین این دوتا خیلی خوبن، اینا رو سریع آپلود کنیم. باشه هرچی تو بگی. بذار من برم. اهم خوش ندارم تو محل کار این چیزا رو ببینم. نه داداش تو منو بیخیال، ازش معذرت خواهی کردی، دختره مثل توپ آتیش میمونه. سریع هم بحث رو عوض میکنه، هنوز فرصت نشده اما میدونم باید معذرت بخوام. فرصت نکردی داداش، شب شده. خب هر دفعه یه چیزی میشه و یه او رفتارش عوض میشه، بعدش میبینیم در حال دعوا کردنی. یکم بد اخلاقه. باز چی کار کرده؟ معلم ریاضی میخواد. خوبه باشه بگیره. به هم لیست معلم‌ها رو داد، گفت یکی از اینا رو بگیریم، اما باید اون لیست رو میدیدی، مثل پادگان سربازی بود، همشون مردای جوان بودن. فکر میکنی چیکار کردم؟ یه ارتشی بازنشسته به اسم معمر رو براش انتخاب کردم، اونم چیز اخماش رفت تو هم. چیه؟ چیزی نیست داداش. منو ببین، اگه میخوای بحث رو به حسادت بکشونی همچین چیزی نیست. علکی یا واقعی چه مردی دوست داره یه مرد جوونی تو خونش ببینه؟ در ضمن معلم ریاضی باید با تجربه باشه. باشه داداش، اگه نظرت اینه پس درسته، در این مورد دیگه نظر نمیدم چون دعوامون میشه. اما یه چیزی ازت میخوام، از عایشه معذرت بخوا، دلشو به دست بیار، دیگه این موضوع این بوسه رو فراموش کنیم، چون تو همه عکس انرژی منفیتون داد میزنی. من کاری به انرژی منفیش ندارم اما
خیلی زشت شد واقعا. حس میکنم با احساساتش بازی کردم. عایشه که مثل اون دخترا نیست. باید ازش معذرت بخوام. آره. سلام به همگی. خانم خسته نباشی. ممنون. پس بقیه کجان؟ مامان داره لباس بوسه رو عوض میکنه. ارکوت هم هنوز نیومده. آه خوبه. آه بوی خوب سوپ عدس میاد. دست در نکنه خانم. خواهش میکنم. خیر باشه. چرا نگاه میکنی؟ خیلی خوشحالی. ای بابا نظمیه، میخوای ناراحت باشم؟ رضای سابق رو میخوای؟ نه منظورم اون نبود. خدایا وایستا نرو. وایستا وایستا. شما با اون زنه از چیا حرف میزنید؟ با کدوم زنه؟ با دکتر دیگه. آها از همه چی؟ یعنی چی از همه چی؟ چیزایی که حتی به منم نمیگی و به اون میگی. آره نظمیه، خب بالاخره دکتره دیگه. یعنی چی؟ تو با زنهای غریبه از زندگی خصوصی ما حرف میزنی؟ بابا جون دارم میگم دکتره. دکتر خصوصیت یه دکتر همینه. پناه بر خدا. نمیذاره به زنه هیچی هم بگم. دختره یه خنگ، اونقدر خودتو با شغل سرگرم کردی مرد به این گلیو از دست دادی. خیلی خوب تو روشن کن. متوجه شدی آهنگی که تو دوست داری؟ نه متوجه نشدم. عایشه این سکوت داره خفم میکنه. خواهش میکنم بیا در اون مورد حرف بزنیم. البته امروز با هم حرف زدیم اما نشد کامل حرف بزنیم. کرم چیزی برای حرف زدن وجود نداره. فکر میکنم جوابی که لازم بود و بهت دادم. من میخوام واقعا بهت بگم که چرا بوسیدمت. میخوام برات توضیح بدم، چون این موضوع مهمیه که به هر دومون مربوط میشه. میدونم حرفامو باور نمیکنی، هرچند خودم هم واقعا باورم نمیشه، اما لازم دونستم که اینو حتما بهت بگم. عایشه من تو رو بوسیدم چون... خواهش میکنم نگو نگو. عایشه وقتی من هیجان زده میشم استرسینا میگیرم، کارهای چرت و پرت میکنم، کارهایی میکنم که نباید بکنم، برای همین تو رو بوسیدم. واقعا که کرم، واقعا که میدونستم حرفمو باور نمیکنی. این که ربطی به باور داشتن یا نداشتن نداره. اما محسن به هم گفته بود که یه همچین اخلاق عجیبی داری. گفته بود پسر ما وقتی استرس میگیره معلوم نیست چی کار میکنه. اما اصلا فکرشو نمیکردم که اینقدر احمقانه رفتار کنه و یهو یکی رو بگیره ببوسه. واقعا فکرشو نمیکردم. حق با توه. میتونم بفهمم که چقدر این برای تو اهمیت داشت. کرم من فکر نمیکنم که تو منو فهمیده باشی. یه نگاه به خودت بنداز. چقدر برات سخته که بخوای یه معذرت خواهی کنی. اما گفتن این که کسی رو بوسیدی خیلی برات راحت تره، مگه نه؟ بابا این اولین بوسه من بود. نگاش کن الان حتما پشت سرم کلی به هم میخندی. اما فراموش نکن تو رویای منو دزدیدی. از بیرون خیلی سنگدل به نظر میام، مگه نه؟ شاید هم حق با توه. از بیرون شبیه یه جونور بی احساس به نظر میام، اما اگه منو اینجوری میبینی حداقل به این فکر کن، حتی سنگدلترین آدم دنیام یه روی معصومی هم داره. عایشه راستش میخوام با اون روی معصومانه هم ازت عذرخواهی کنم. خیلی معذرت میخوام. به هر حال حداقل اینو فهمیدم که بلدی عذرخواهی کنی. آهنگش هم قشنگه، مگه نه؟ سلام به همگی. سلام. خوش اومدی پسرم. خیلی ممنون مامان جون. ببین بیاین ببین چیا براتون خریدم. هرکوت تو انگار خوب متوجه نشدی عزیز دلم. حالا ببین وقت حقوقتو گرفتی اون موقع برو خرید کن، نه اینکه بری با پولی که داداشت بهت داده چیز میز بخری و بل خرجی کنی. ولش کن زن داداش،
دلش خواسته یه کار خیر بکنه. آفرین بهش، آفرین. ممنون داداش. میگم زنده داداش، ببین من تنهایی بلد نیستم. میشه این خربوزه رو ببری و قشنگ قاچش کنی؟ آره ببین یکم آجیلم خریدم اینجاست، اونا رو هم میتونی. نه بابا، من خیلی خوب میدونم که چی بیارم و چی نیارم. من خیلی خوب میتونم خربوزه قاش کنم و مامانت هم خوب بلده بستن حلوایی درست کنه. فکر میکنه خنگم؟ باشه بی خیال، بیا پسرم بیا تعریف کن ببینم چی شد. اون خربوزه رو قاش کن. میگم زنده داره چیز میزه دیگه هم خریدم، اگه دوست داری اونم بیار با هم دیگه بخوریم. آره باشه باشه، تعریف کن پسرم. خب مامان جونه چطوری بهت بگم، خیلی طولانیه، خیلی مسئلهش قرقاتیه، اما اگه بخوام خلاصش کنم، ورشکستگی شرکت بستگی به یه امضای من داره. راست میگی؟ چرا مثلا؟ مگه رئیس شدی؟ خب نه، یعنی همه برگای رسمی از زیر دستم میشه. مثلا اگه یه برگه حتی از آمریکا اومده باشه فرقی نمیکنه، میتونم امضا نکنم و بگم این کنسله و نمیشه انجامش. البته نه در این حدم، اما خب چطوری بگم مامان جون، یعنی سمتم خیلی مهمه تو شرکت، رئیسم برای خودم. معلومه معلومه، آقا محسن تو رو دیده و شناخته، به خاطر اون یه پست بهت دادن، وگرنه آدمی نیست که پارتی بازی کنه. ها قربون دهنت مامان جون، دقیقا همینطوره، اصلا اهل پارتی بازی نیست، پارتی بازی تو ذاتش نیست، چون اگه تنها آقا محسن بوده خوب بود، عکس بردارش تا چه میدونم مدیرش از پایین به بالا، آبدار چیش، همه از بالاترین سمت تا پایین ترین سمت. آقا ارکود، آقا ارکود، آقا ارکود بیا تو اتاق من، آقا ارکود بیا تو اتاق اون، آقا ارکود حداقل بیا قهوه بخوریم، بیا دیگه، همش همین جوری بود، دیوونم کرده بودن. آقا قربونت برم، آقا ارکود داری راستش میگی ما رو گیر آوردی. بیچاره چرا باید دروغ بگه؟ پسر به این بزرگی سربازیشم که رفته و اومده. در ضمن آدم باید به خانواده‌اش اعتماد کنه. اگه به خانواده‌مون اعتماد نکنیم پس به کی اعتماد کنیم؟ آره پسرم با توئه. واقعا چه خوب گفتی. خب با اجازهتون من برم دستشویو برگردم. بای بابا جون. خدای من داداشم چه شده؟ باز از دنده راستش بیدار شده؟ جریان چیه؟ چرا میگه دست به آب؟ خب میره پیش روانپزشک، به خاطر همین. میره پیش روانپزشک؟ نه بابا. خب چرا؟ یعنی چی چرا؟ آدم چرا میره پیش روانپزشک؟ برای اینکه دیوونه نشه. گرچه مال ما زیادی معتاده، کاش فقط توالت گفتنش بود. خدای من یه چیزی بگم، به نظرم گیرتون آورده، احتمالاً به جای روانپزشک میره پیش دعانویس. خوب آدمش کردن ها. البته اگه روان پزشکش زن باشه این چیزا ممکنه. آره آره به خدا زنه، از کجا فهمیدی؟ وا زن داداش واقعا که تو چرا متوجه نشدی؟ معمولا تو مطباشون یه مبلای الی دارن که روش دراز میکشن. ارکوت چه الی؟ گفتم میره پیش روانپزشک، نگفتم میره خونه تازه عروس. وای زنده چرن نگو دیگه، تو همه مطبای روانپزشکا یه مبل الی میذارن. آره باور نمیکنه خدای من. بیا 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 تو اینترنت سرچ کن، بیا بنویس اتاق روانپزشک ببین داره یا نداره. ها تو اینی که من میگم بنویس فیلمای اتاق روانپزشک، به صورت فول اچ دی میاد توی نه اونو ننویس، شر به پا میشه. بنویس چیزته، فقط بنویس اتاق روانپزشک. آره وای آره به خدا، ببین از همون مبلا داره. ببین دیدی دیدی حالا دیدی حالا چرا حالا که حرف بزنم زنده داشت؟ من دروغ نمیگم به خدا، هیچ وقت دروغ نمیگم. خب اگه یه موقع رضا اینجا دراز کشید و دکترم رفت کنارش دراز کشید چی؟ خب اگه برای درمان لازم باشه ممکنه درازم بکشه، ممکنه بغلش هم بکنه. یکی فتنگر اون یکی هم حسود، بچه هم میره که درمان بشه، کاری به این مسخره بازی ها نداره. اینقدر چرت و پرت نگیم. آره چرت و پرت، من به جای اینکه با شاخ به چرخم چرت و پرت بگم بهتره. با خدا پاشنی یه چیز میزی بیاریم بخوریم دیگه. بیا خفه، باز همه چیو به هم ریختی. بابا یکم خربازه چیزی قاچماچ کنیم بیاریم دیگه. پسر تو چی کار میکنی؟ جواب منو بده، تو داری چی کار میکنی؟ نهایتا میخواستی از دختره معذرت خواهی کنی، چرا حرف دلتو میزنی و همه چیو تعریف میکنی؟ منو ببین، قوانینو فراموش نکن، هرچند چارتاش هم این همه. چرا؟ چون باید خوب تو مغزت بره، وگرنه یه قانونه. دارم چی کار میکنم؟ یه آدم جدید خلق کردم و خودم به خودم دارم هشدار میدم، حسابی زده به سرم به خودم. این دختر سیستم عصبی بدنمو به هم زده. خدایا باش، آروم باش.
خوبه. فوزولی موقوف. S-A-N چیه؟ S-A-N نوشتم، حتما در مورد درسی چیزیه. خب فهمیدم. اصلا به تو چه؟ تو اونجا چند تا ماده نوشتی، اونم حتما مخفف یه چیزیه، با حرف ه شروع میشه. ببین پیداش میکنم. سه صبری. بگو ببینم، تو باز میخوای با صبری قرار بذاری؟ آره. یعنی تو آدم نمیشی. الان شد؟ خیالت راحت شد؟ تو انگار زده به سرت ها. نه اصلا هم نزده به سرم، خیلی هم حالم خوبه. تنها کسی که عقلش خوب کار میکنه منم. آره. تو بازم میخوای با صبری قرار بذاری و سر منو به باد بدی. باید حواسمو جمع کنم. تو چرا هر موقع گیر میکنی اشتباهات قبلی منو میاری وسط و به رو خم میکشی؟ یه جورایی دست پیشو میگیری. در ضمن تو تازه عذرخواهی کردی، با این کارا خرابش نکن لطفا. عذرخواهی کردن یه نوع فضیلته. در ضمن چرا باید دست پیش بگیرم؟ نمیدونم، میدونستم خوب میشد. چیزی نیست که بخوای بدونی. من حال ندارم باهات بحث کنم، برو بخواب. هر کاری میکنی بکن، مزاحم من نشو. معلومه که میخوابم، پس چیکار میکنم؟ خب منم همینو میگم، به من چه چیکار میکنی؟ منو راحت بذار، هر کاری میخوای بکنی بکن. اینون بیا یلدا، بیا بیا بیا، نتیجه رو ببین، بیا بیا ببین. آی موسیقی، به نظرت یکم گندش نمی کنی؟ گندش میکنم، گندش میکنم یلدا، گندش میکنم. رقابت که همیشه لذت بخشه، اما وقتی از نظری رقیبت به شدت جلو بیفتی دیگه لذتی نداره. البته این از نظر شکست خورده های اینطوریه، اما برای کسی که پیروزه لذتش مثل شیرینی اصلی پسته خامه ای همراه با بستنیه. آی محسن خیلی خوبه، اما چطوری بگم؟ اینو میتونستیم از تبلتم ببینیم، چه نیازی به اینا داره؟ وایسا یه لحظه وایسا، دارم به اونی که از تبلت نگاه میکنه زنگ میزنم. الو. او رفاق جون سلام. با خودم گفتم این تا صدای منو نشنوه خیالش را نمیشه. میدونی که بعد موقعی که مزاحم نشدم نه؟ یا این که امیدوارم خبر بدو از من نشنوی. باشه قبول، این مرتاز بگیر. رفاق میگم تا اونجایی که میدونم به خاطر این برد دوممون باید بهت یه سور بدم، نه؟ نظرت چیه؟ البته اگه وقت داری. آخه تو اینجور موقعیت های بورانی آدم وقت سرخاروندن هم نداره، برای همین میگم. تو همیشه از این حرف که پنج دقیقه میشه همه کار رو تموم کرد خیلی خوب. آره معلومه که دوستش دارم. میگم رفاق ببین، همه چی عوض میشه، زندگی عوض میشه، فصل عوض میشه، اما رقابت بین من و تو هیچ وقت عوض نمیشه. میگم اون موقع که دوم شده بودی چرا اینجوری نمیخندی؟ به خدا رفاق خیلی خوشم میاد، مخصوصا میدونی از چی خوشم میاد؟ مثلا یه موقعی که بهم زنگ میزنی میبینم شماره تو، جواب میدم و صدای تو رو میشنوم که میگه آ محسن جون بازم دوم شدی، حالا میخوای چیکار کنی؟ میدونی چقدر منو حریص‌تر میکنه؟ به خودم میگم خب دیگه محسن برو پشت ماشین، برو پشت ماشین که راننده توی این مسابقه بعد اول چی. به خدا قسم خیلی کمکم میکنی که تو این زندگی تلاشمو بیشتر کنم. ببین بهت مدیونم، به خدا بهت مدیونم رفاق، به خدا دارم راست میگم از ته قلبم. برو تنها چیزی که ببین چی میگم، میتونم اینو اینجوری تعبیر کنم که تو دعوت منو قبول کردی. نظرت چیه؟ حالا که باید قطع کنم بهت خبر میدم. آره حتما که خبر میدی. اگه از عصبانیت گوشی تو قرد ندادی حتما بهم خبر میدی. الان دیوونه شده. اوی محسن تو هم چقدر دوست داری موضوع رو گندش کنی. این چرت و پرتا چیه که الان گوشیشو قرد میده ها؟ به خدا اگه من بودم دیوونه میشدم، تنها گوشیو نمیخوردم، هرچی که کنارم بود دونه دونه میخوردم. بابا دیوونه میشدم. ببین ازش جلو زدیم نگه، ببین اونجا رو ببین مثل ستارهای آسمون شدیم، مدام اول شد. آخیش خدا، آخیش بیا یه مچت کنم، بیا آخیش بردی خدا، این بچه‌ها برنده‌ایم، همیشه ما برنده‌ایم.
حرفه ای. سراب بایراک بایست سراب بایراک احتمالا همینه. این احتمالا همون دکتر جون شوهر ماست. معلوم شد چرا به خودت میرسیدی، دیگه شک ندارم. حالا نشونت میدم رضا، حسابتو میرسم. آی مامان، زهر ترک شدم. عروس پاشدی وضو بگیری؟ آره پاشدم وضو بگیرم. تو به کی چی نشون میدی؟ هیچی. چی رو نگاه میکردی؟ این همون دکتر است؟ ببین عزیزم، به خاطر هیچ و پوچ داری خودتو میخوری، رضا رو ناراحت میکنی و بارشو سنگینتر میکنی. اینطوری نکن. دفعه پیش که گل آورد یادته؟ همینجوری ناراحت شدی و خون خونتو میخورد و کلی خجالت کشیدی. دخترم خودت ناراحت شدی، خودت خجالت کشیدی. اگه رضا از تو بهتر میتونه پیدا کنه که عاشقش بشه، دخترم مگه همچین چیزی میشه؟ آره خب راست میگی، اما بالاخره آدم دلواپس میشه. من با این مرد چند سال ازدواج کردم، حالا خنده که هیچ، برای اینکه فقط یه گوشه لبش بالا بره چه کارایی که نکردم، هیچ اتفاقی نیفتاد. اما همین که رفت دکتر الان نرم نرم شده. باشه باشه، آی اینو ببند، دکمشو بزن خاموشه، خاموشه بره. ببین ما فردا که پاشدیم یه صبحونه یه حسابی میخوریم، هنوز یکم کاورما مونده میارم که بخوریم. حالا پاشو بخواب، نگران نباش. خب وای دختر خوشگلم. موضوع این نیست که با کی صادق باشید، موضوع اینه که اصلا صادق هستید یا نه. آدام فیلیپس. یعنی مهم نیست که با من صادق باشه، چه با من صادق باشه چه با کسی که تو کوچه است. مهم نیست، یعنی میخواد بگه که اگه کسی میخواد بره میره. چی میگی؟ به من میگی؟ به من میگی؟ حس میکنم این حتما دو پیکره. دوازده حاضران دیدی؟ گفتم به خدا دو پیکره. صمد بیدار شو. هم کن فرمانده. فرمانده نه، سلطانم.
بله سلطانم، بگو. سمت، تو به چه جرعتی با یه دو پیکر دوست میشی؟ سلطان من که با کسی دوست نشدم، چه دو پیکری؟ همچی چیزی نیست. تو انرژی یه زن حاضرانی رو با خودت آوردی تو خونم. نه خانم من کسی رو نیاوردم، همچی چیزی نیست. بابا حالا اگه مهری بود باز یه چیزی. به هر حال چرا حاضرانی؟ سمت، تو قصد داری خودت رو برده کنی؟ نه اصلا همچین قصدی ندارم سلطانم. من نمیذارم. کلاس ریاضی من شروع میشه. در ضمن با معلمم هم حرف زدم، گفته تو راه داره میاد. من فکر میکردم قابل آموزش دیدن نیستی. چه خوب، برید تو اتاق کار من درس بخونین، کسی هم مزاحمتون نمیشه. راست میگی، ازتون ممنونم بابا. خواهش میکنم دخترم. این معلم اینجا رو براش گرفتم، پولش هم هر چقدر بود دادم، دیگه بقیهش پایش هست، هر دانشگاهی که بخواد میتونه قبول بشه. آفرین بچه‌رم. آفرین. خیلی ممنون عزیزم. همین که نقش زن و شوهر رو بازی کنیم کافی، لازم نیست خودتو مثل مردای زنزلیل نشون بدی. عزیز دلم، وای، اینم به خاطر یه اتاق کار تو پوست خودش نمی گنجه. بابا به منم بگو. لازم نکردم. این دیگه کیه؟ استادم اومد. استادت اینه؟ خانم آقا معمر اومدن. استاد خوش اومدی. خیلی ممنون. خوش اومدی. سلام، خیلی ممنون. ما منتظر بودیم استاد معمر بیان. خب منم استاد معمر هستم. تو بیشتر به معمر جان شبیهی، نسبت به اسم معمر جوانتر به نظر میاد. حق با شماست، اسمم اسمی نیستش که زیاد استفاده بشه از نظر آماری. البته من فکر میکنم خوبه که اسمم از نظر آماری زیاد نیست. بله درست، آمار چگالی و نیوتون و این حرفا. میدونم چی میگی. شما متولد چه سالی هستی؟ متولد 86. وای استاد اصلا بهتون نمیاد. خیلی ممنون. خیلی میبخشید، اما ما دانشجو نمیخواستیم، مخصوصا میخواستیم یه استاد با تجربه بگیریم که همسرم سری دانشگاهی که میخواد قبول بشه. میدونی من دانشجو نیستم. راستش من قراره برم دانشگاه هاروارد درس بخونم، تا 2 ماه دیگه از ترکیه میرم. با اینکه بورسیه گرفتم، اما خب بد نیست تا روزی که میخوام برم یکم پول جمع. از اینکه با آدمایی مثل شما با این عرضه توی یک کشور زندگی میکنم افتخار میکنم. خیلی ممنونم. ممنون. امیدوارم منم بتونم کمک کنم تا عایشه دانشگاهی که میخواد و قبول بشه. امید خدا. راستی ما درست با هم آشنا نشدیم. معمر هستم. عایشه هستم. بازم خوش اومدید. از آشنایتون خوشبختم. چقدر متواضع و چقدر خونگرم و صمیمی هستید. مطمئنن الان پدر مادر افتخار میکنن. خیلی ازتون ممنونم. آره خب خدا ما رو بکشه مگه نه داداش، چون ما باعث افتخار پدرمون نبودیم. نه بابا پسرم، اصلا منظورم اون نبود، منظورم این بود که پدر مادر خودم ندیدن به کجا رسیدم، برای همین گفتم. وگرنه من به شما افتخار میکنم اگه میشه نکنم. خب چرا سرپا موندین؟ بفرمایین اونجا بشینین. بفرمایین. خیلی ممنون. دخترم برای مهمونمون چای بیار، پیش دستی هم بیار. خونتون خیلی خوشگله. خیلی ممنون. نگام کن ببینم تو چرا اینجوری میخندی؟ چجوری میخندم؟ برای من اینجوری نمیخندی، یعنی معمولا اینجوری نمیخندی، همیشه با هم بدرفتاری میکنی. همش تقصیر خودته. در ضمن مگه تو بهترین استاد ریاضی هستی که بخوام بهت لبخند بزنم؟ ها خب راستش اینو گفتم چون بسته کرم. انگار بازم استرس گرفتی، شروع کردی به چرت و پرت گفتن. نوششون همگی، من میخوام برم شرکت. استاد بذارین براتون بکشه. خواهش میکنم. نه زحمت نکشه. زحمتی. اینجا قرابی ها و شیرینی های خوشمزه ای داریم. خیلی ممنون. بابا محسن اونجا بشقاب هست برای استاد. آره آره. دخترم یه بشقاب برای مهمونمون بیا.
برو بشین. اون دختره یه بچه رو گوده بیدم گوده بیدم. الان میگم هولیا. الو قنچه خانم، میشه بیای تو اتاقم؟ باشه آقا صمد، الان میام. باشه میاد، داره میاد. عزیزم خیر باشه، اگه امروز فقط 45 دقیقه سر کاری. آقا صمد منو خواستم. آقا صمد، خب آقا صمد اینم بهتون گفتن کارایی که تلمبار شده رو کی باید انجام بده؟ عزیزم آقا صمد رئیسه، اگه رئیس چیزی ازت خواسته باشه باید بقیه کاراتو نسبت به اون برنامه ریزی کنی. آدم ها قرار نیست همش بپرسن که چی کار کنیم، چی میخواد بشه، فهمیدی؟ میخوان چی کار؟ کیا منو میخوان چی کار؟ آقا صمد و هولیا خانوم مثلا تو رو میخوان چی کار کنن؟ جدی میگی؟ حالا هرچی، برو ببین چی میگن. خواهش میکنم زیادی هم کشش نده، من تنهایی نمیتونم همه این کار رو انجام بدم. زود باش. باشه بابا. عجله کن بچه، بودو. استاد همینجا بشینیم؟ البته عمو محسن گفتن که میتونم تو اتاق کارشون درس بخونم، اما اینجا راحت تره. وقتی هوا و منظر اینقدر خوب باشه حیفه بریم تو بشینیم. تو زندگی نباید زیبایی رو از دست داد. آره استاد واقعا راست میگی. من میگم برامون چای و کیک و قرابیه بیارن، با خیال راحت درس میخونیم. پسرم مگه تو نیم ساعت پیش از سر میز بلند نشدی گفتی میری شرکت؟ چرا اینجایی؟ درسته، صبح خیلی آفتاب میفته، باز میکنم که برای شب آماده باشه. شارژر لپتاپم هم جا گذاشته بودم، برم بردارم و برگردم شرکت. برو بسلامت. محسن، گمون کنم این بچه به تو استاد معمر حسادت کرد. چرا باید به من و معمر حسادت کنه؟ مگه نفهمیدی به زنش حسودی شد؟ چرا نگو بابا، اصلا کرم همچین بچه ای نیست. من آخه به چی این حسادت کنه تو رو خدا؟ وقتی حرف از حسادت زن بیاد وسط، چه کرم باشه چه کس دیگه ای، همه مجنون میشن، فرقی نمی کنه. اینو اشاره میبینی؟ بهت قول میدم به خاطر اینکه کرمو تحریک کنه این استاد خوشقیافه رو پیدا کرده، وگرنه ریاضی خوندن و این چیزا بهونه است، همش دروغه. بابا مگه نمیبینی دختر سرش از کتابش بلند نمیکنه؟ کاش همه بهونه هاشون همینجوری باشه. آره. سلام، خسته نباشین. خب چرا تو اتاق درس میخونی؟ بابا محسن جون گفتیم اینجا بهتره، تو هوای آزاد راحت تر کار میکنی. آفرین. خوبه، چیزی لازم دارین؟ یکم بگذره میگم برامون چای بیارن، چای بخورن. خب من میگم بیارم، موفق باشین. خیلی ممنون. ممنون بابا محسن، میبینم اتون. خب برم دیگه. دیدی؟ خیلی داره تلاش میکنه. دقیقا همین جوری شد. حرفاتون با هم مغایرت ندارن، به هم میخونه. پناه بر خدا، دست درد نکنه، فکر کردی ما رابطه نامشروع داریم؟ دیدی راست گفتم، همچین چیزی نیست، من این کاره نیستم. تو خودتو قاطی نکن. در ضمن من چرا باید با یه مرد متأهل دوست بشم؟ آخه من عاشق یکی دیگه هستم. آقا صمد خیلی آدم محترمیه، خیلی با شخصیته. من فقط خواستم بابت تشکر یه هدیه بهشون بدم. دست درد نکنه. تو خودتو قاطی نکن. ضمناً من شونه رو برداشتم. چی؟ واقعا که صمد، شونه رو بهش گفتی؟ من خودم رو قاطی کنم یا نه؟ آقا صمد چیزی به هم نگفتن. راستش من دیدم که داره دور کیف یه خانم باردار پرسه میزنه. بعدش فکر کردم موضوع دزدیه، چون میدونم این مریضی تو آدمای پولدار خیلی دیده میشه. کلیپتومان، فکر کردم کلیپتومانه. بعدش وقتی فهمیدم موضوع چیه، من شونه رو برداشتم دادم به آقا صمد. اگه قصدم جدا کردن شما بود، اصلا دست به این کار میزدم. خیلی میبخشه. خب تو هم میدونی که تو این دوره زمونه سخته که بفهمی کی با چه نیتی داره بهت نزدیک میشه. سخته، درک میکنم. آقا صمد آدم فوق‌العاده‌ایه. خب اطرافش هم پر از زنه که باید باهاشون سر و کله بزنه. من شما رو درک میکنم، حق با شماست. وای نگو، تنهی از احتش بر نمیام. مگه کی دورو بر منه؟ خودم چرا نمیبینم؟ سب و ساکت شد. حالا
قنچه، قنچه بود درست؟ عزیزم تو دختر خوبی به نظر میای. منم خیلی سرم شلوغه، یعنی همیشه نمیتونم یه شرکت سر بزنم. تو اون روزایی که من نمیتونم بیام اینجا، چشم و گوش من شو، منم دست تو پر میکنم. هلیا خانم از من خواهی؟ هرچی که اینجا پیش میاد، چه به سمت ربط داشته باشه چه نداشته باشه، همه رو دونه بدونه برام تعریف کن. مثلا فرض کن ما دوتا دوستای خوبی هستیم، من بهت زنگ میزنم میگم قنچه امروز چطوری گذشت، تو هم همه چی دونه بدونه بدون اینکه چیزی جا بذاری تعریف کن. خب بالاخره تو هم اینجا کار میکنی مگه نه؟ بعدش تو هم اگه چیزی از من بخوای من رد نمیکنم. خب فرمول ساده تری هست که بخوام اینو حل کنم. عایشه جون ما هنوز به اون مباحث نرسیدیم. البته اونجوری که تو داری پیش میری خیلی سریع وارد اون مباحث خواهیم شد. باشه هرچی شما میگین، البته خب باید بگم منم یکم عجوله. زرنگه، نمیگه بلد نیستم، میگه مباحث آینده است. خب پس اینم گزینه ایشون. آها، میره یاد میگیره بعد میاد توضیح میده. زن منم تقصیری نداره، تو محلشون اینجور آدم ها رو که ندیده. راستی اگه میخوای میتونیم یه آنتراکی بدیم. نه استاد من خسته نشدم، میتونیم ادامه بدیم. آیشه خسته شدن خوب نیست، باید بلد باشی استراحت کنی. این هوس و ذوق یادگیری تو زنده نگه میداره، بهتر استراحت کن. حالا که اینجوری میگین همیشه حق با استاده. راستش من منتظر یه معلم ریاضی بودم، یهو یکی دیگه جلوم سبز شد، یعنی آدم نمیتونه حیرون شما نمونه. نه بابا خواهش میکنم. گفت حیرون شده، خوب شد که شرکت نرفتم و اینا قصد درس خوندن ندارم.